فیلم سینمایی جنایت بی‌دقت ساخته شهرام مکری پس از موفقیت‌های بین‌المللی در جشنواره‌های مانند ونیز این بار توسط دانشگاه UCLA در کالیفرنیا به نمایش عموم گذاشته شد تا علاوه بر ایرانیان سینما دوستان غیر ایرانی نیز این فیلم را تماشا کنند همکارم نیلوفر منصوری گزارش می‌دهد فیلم سینمایی جنایت بی‌دقت جدیدترین ساخته شهرام مکری پس از موفقیت‌های چشمگیر جهانی این بار توسط دپارتمان آرشیو فیلم و سینما در دانشگاه UCLA برگزیده شد و با حمایت بنیاد غیرانتفاعی فرهنگ در لس آنجلس به اکران عمومی گذاشته شد. فیلمایی که اینجا اکران میشن همه از گروه فیلم آرکایو UCLA انتخاب میشن و ما خیلی خوشحال هستیم که این پلتفرم رو بتونیم کمک کنیم و سوپورت کنیم که فیلم‌های ایرانی اینجا به بینندگان غیر ایرانی و ایرانی براشون اکران بشه. شهرام مکری کارگردانی فرمگرا است که توانسته پس از فیلم‌های هجوم و ماهی و گربه این بار جنایت بی‌دقت به تهیه کنندگی نگار اسکندر فر را در کارنامه خود ثبت کند. فیلمی که به نحو قابل توجهی مورد استقبال نهادهای آکادمیک آمریکا از جمله دانشگاه UCLA قرار گرفته. این فیلمی درباره سینماست که همزمان به فیلم‌های دیگه هم می‌پردازه. امشب یه خوشامدگویی دوباره است به همه. بازگشایی سالن‌ها پس از یک دوری طولانی، اونم با نمایش یک فیلم خوب ساخته یک فیلمساز معتبر بین‌المللی. فکر می‌کنم زمان و موقعیت مناسبی برای این اکران بود. جنایت بی‌دقت انباشته از ارجاعات متنی و فرامتنی با پرداختن به حادثه آتش‌سوزی سینما رکس آبادان در سال 57 تجربه شبیه به یک دژاووی تاریخی را برای بیننده رقم می‌زند. تاریخی که به گفته شهرام مکری از گذشته تا حال امتداد یافته. تاریخ کدوم یکی از این دو تا کار رو داره انجام میده؟ آیا وقتی ما مثلا از اتفاقی در یک دوره تاریخ حرف میزنیم منظورمون اینی که ارتباط ما با اون دوره تاریخی کاملا قطع شده و اون چیزی مربوط به گذشته است یا هنوز در امروز ما وجود داره همونطور که ما ممکنه امروز تبدیل بشیم به گذشته یک آینده دیگه ای؟ از نکات قابل توجه مراسم حضور امیر نادری کارگردان نامدار و پیشکسوت ایرانی بود نادری که پیشتر جنایت بی‌دقت را پسندیده بود، تماشای آن در سالن سینما را موجب اثرگذاری بیشتر در ذهن مخاطب توصیف کرد. به نظرم این فیلمی است که یک حرکت بسیار بسیار مهمیه در سینما ایران. گرچه سابجکت مال ایرانه، گرچه یک هیستوری خیلی معروفیه، همونطور که شما توضیح دادین، ولی سینماش یک سینمای فوق‌العاده اینترنشنالیه. و من واقعا به تبریک میگم خیلی 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 ممنونم که تو من دعوت کردید جنایت بی‌دقت فیلم تحسین شده بسیاری از منتقدین است این فیلم به گواه برخی مخاطبانش خانشی است رادیکال از تاریخ معاصر و برخی دیگر آن را یک پازل سینمایی تعریف می‌کنند از یک فیلمساز تجربه‌گرا که به سمت سینمای مؤلف پیش می‌رود نیلوفر منصوری، لس آنجلس.